بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و خداوند یکتا و بی همتا. بیننده عزیز، ابتدا که سلام و عرض ادب خدمت شما عرض میکنم. از برنامه بوی خوش روستا در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوارم که لباس صحت و عافیت را به تن داشته باشین، دور هم نشسته باشین و بیننده برنامه بوی خوش روستا. بیننده عزیز، آمدیم در قریه زیبای بیشه. میخواییم که برنامه بوی خوش روستار از این قریه زیبا تقدیم شما عزیزان نماییم. تا آخر برنامه همراه ایمان باشید. در مسیر راه قریه بیشه هستیم و یک تن از رهگذران دیدیم که در حال با موتورسیکل جای میرفتن. گفتیم باید که باش با این دوست عزیزم صحبت داشته باشین و درباره در کدام قریه زندگی میکنن و چی کارهای انجام میدن. ابتدا میخوام که خودم معرفی کنن. ما حاجی مجیدی نام دارم، فقط از همین قریه چیزون شهریار. حالی نیت داشتم برم یک جایی برم دیگه، شما با دبرای اومده متاسفانه دیگه. راهگیر شما شده. شما راهگیر ما شدیم، مقصدم خوب شد، بازم گفتم با راهنمایی شروع کردم دیگه. قریه شهریار گفتین مربوط به ولسوالی انجیل هم احتمالاً هست. تقریبا چند سال میشه تأسیس شده یا از قریه قدیمیه یا جدیداً درست شده؟ شهریار فقط همین یک چند اولی بوده، کمتر. حالا حدوداً 220 خانه شده. تازه بیامده. حتی تالی سفتی چیز هم نشده. از نو رسمی شده. انکشافی دیاد تالی نگرفته، تالی نو مای بگیرن. در این قریه که نو تأسیس شده زمینداری هم هست؟ مردم کشت و کار هم میکنن یا بیشتر مردم مهاجر نشینه در اینجا؟ مردم شهریار که هست همه مهاجر نشینه مکمل. مردم زمیندار کشت و کار میکنه، اینا دیگه کشت و کار نداره، همین فقط زندگی و سکونت خانه میجه میکنه. بعضی به ایران میره، بعضی روز موزی میکنه، بعضی بری بر بلبختی و سرخه میره تا لغبانون بخفیده کنه. شما چی مصرفیات داریم؟ با خود ما فقط پیشتر که شهر یک دکان داشتم، اونم بشکم خوردم، پزل خدای حالی بیکار. میشه کمی از دوران جوانی خواهم صحبت داشته باشین؟ دوران جوانی ما خوب بود، کاروبار بود و مردم هر کاری داشت، مصرفیت کار بود، مالداری بود، دیغانی بود، مردم بیغم و دلجم بود، هر کاری که ملغمه نان راحت پیدا میکرد. حال مردم بسیار پریشان شده. حالی فیلان ما دوران جوانی خسته کنن دولی که خوابی دیده باشم سرمی رقم میگذارن دیگه. روز به روز، یک روز از روزی که گذشت روزی که میایه کمه که بدترتر به حساب شد. روز به روز بدترتر. ببین حالی شما، ما از اینجا میرم یک جای کار دارم، حالی به میرا احساس خطر میکنم تا به جایی که میرسم. دوران جوانی از اینجا پاکستان ما پیاده میرفتیم، از منطقه اصلی ما بادغیس و ولسوالی ما قرماش، از اونجا میامنی پیاده به مشهد میرفتیم. هیچی به راه هیچی گپی نبودن. درسته، ما میخواستم بپرسم که موقعیت اصلی شما از کدام منطقه افغانستان هستیم؟ از ولسوالی قرماچ گفتین. ولسوالی قرماچ، ولایت بادغیس. حالا فعلا که چند سال میشه بیامدیم این منطقه جمع ولسوالی اینجینیم، ولایت ایراد. تقریبا در اون موقعیت که در حتما دوران جوانی در اون منطقه بودین، حتما گوسفندداری داشتین و زندگی بهتر از اینجا داشتین، طبقه که خود شما هم گفتین دیگه. اونجا 100% گوسفندداری داشتیم، زمینداری داشتیم، از سر همه جنگا و بلبختی ها دیگه از اونجا رو یلا کنیم بیامدیم اینجا. اونجا زندگی ما خوب بود، بسیار خوب بود دیگه، نسبتا به اینجا اونجا خوب بود. یک ذره خستگی و مندگی نبود، یک ذره پریشانی نبود. این جنگ ها که شروع شد مردم حال بال وقت مهاجر رو در بدر کردن. اگر از لحاظ جسمی قصه بودین، از لحاظ روحی آرام بودین؟ بسیار آرام بودیم. نه از هم لحاظ روحی آرام بودیم، هم لحاظ جسمی، هم مغز با جا بود، چرا که نان بود دیگه. اکثریت جاهایی که مردم گوسفندداری دارن، یک دوست قصه میکرد میگفت که در همون ایام روغنار به داخل اجاق روغن گوسفند میسوختندن تا گوشت پخته میشده. نمیفهم شما هم چه روزگار دیدین یا نه؟ ما فقط همین رقم حتی میمون بیامدیم دل شما رو تزود گوشت روغن میگرفتیم به دیگ مینداختیم، ام دستی گوشتار قیمه قیمه میکنید داخل روغن، همون داخل کباب میکنید روغن، همون دم فقط با ظرف 5 دقیقه 10 دقیقه پخته میشید خلاص.
چی خوب بوده که شما به ولسوالی قرماش میبینید، ما هم میامدیم مهمان شما میشده. کاش که میامدیم اون وقت، مگر حالی نه، حالی شغل نکنی که شما رو میکشه مرد. متاسفانه نه، شما هم مثل ما شهرنشین شده نگه. ما شهرنشین شده، دلی شما رو ریشو. جوانای امروزی چی رقم میبینید و توصیه شما برای از اینا چیه؟ جوانای امروزی از ما کده شما انشالله بیتر به تلویزیون اینا رو میبینیم. که در به در بلبخت خاک به سر به چند نفر به روز چند جوان به ایران کشته میشه، چند برای اروپا کشته میشه، چند به دیگه جا کشته میشه، چند به جنگای داخلی کشته میشه. امروز جوان هیچ ارزش نداره، هیچ ارزش. جوان فقط مغز جوان خرابه، به کار خونه میفهمه، به روزگار خونه میفهمه. جوان امروزی هیچ، بسیار بلبخت جوان امروزی. کاش که ما یک دولتی میدیشتیم که همین جوان امروزی رو همه سری کار میکرد و اینار برقرار میکرد که همه به کار روزگار خوب بفهمیدی. توصیه شما برای جوان ها چی؟ توصیه ما برای جوان ها میرغمه که هیچ کسی به می دولت پیلی سی نکنه. هر جوانی فقط می آنده خود خوربه سنجه، همه به امتفاق شد، به هم دست بده، جنگ و دوا نکنه، بیشینه خرار افغانستان تیار کنه. این دولت ما تیار نمیکنه خلاص. بیننده گرامی، یکی هم از نعمتهای الهی همین خود گوسفند هست. گوشت گوسفند چقدر لذت داره، شیر گوسفند چقدر لذت داره، ماست چقدر لذت داره، روغن زرد چقدر لذت داره. و در کنار پدری هستیم که ایشان چوپان این گوسفند ها هستن. پدر جان مانده نباشین و خور معرفی هم بکنین که آشناشیم. علش ما خوبه، تیار هستی؟ اسم شما چیه کجا؟ اسم خاص سرور. خاک سرور خان. خوبه الحمدلله. چند تا گوسفند داریم؟ یک 30 تا دارن کاکو. اینا خب زیاده، 500 گوسفند. چی وش خونه؟ خب بله. اینا رمه که از 30 تا از شما نه دگام از اهالی منطقه جمع میکنی شما میچرون. جمع میکنی میچرون با موز میده با اینا. خب موز با سال 12 برش قدا از اینا. خب اینا سال 12 با موز خرچی میده. با پول میخره. با پول اینا نه نون داره، نه وانه که شای برو. که شای دیگه مردم میده. مادم بیچاره مستزا پیسته که هر چی بگی. خب بعد در یک سال که این گوسفند رو میچرانه چقدر مزد میدم برای شما؟ 15 تا برای باز نمیگیره. خب 15 تا برای زیاده دیگه. نه 12 برج میره. خب بفهمیدی؟ خب. این 12 برج شب و روز میره برای نشی بشه اینا. هیچ چی نمیشه. پدر جان، دورانی که جوان بودیم بهتر بودی حالا که به این سن رسید؟ یار برای جوانی که یک بهاریه. بابا میدی این پیرمردی که به روغن نباید. جوانی بهاره. جوانی بهاره بابا. قوت داریم اما لکم. نه کو کاکا قوت بابا. بیننده گرامی بسیار فشار دادم دست. نه بیش یک دیار. نه خو شما از روغن زرد استفاده کردیم از دومه. حالا دیگه روغن نباتیه. دوران جوانی. چالی هم که چالی من 100 روپی همه میخریم. من 100 روپی. او قدیما خوب من کلی 10 روپی بود، 5 روپی بود. حالا کلی 100 روپی. من 4 کلی 100 روپی. خود در زمان دیگه روغن زرد، روغن گوسفند، می دنبه اینا زیاد استفاده میکرده. قچاق. حالا کو قچاقی؟ حالا تو یکی قچاق میبینی؟ همه مسلمان ها به این مرفت. شما چند سال هستین؟ یار تقریبا 50 سال هست. نه بیشتر نه. نه بیشتر نه. خب ما حالا 50 ساله. خب اگر همون خوردن های قدیم شما همون دوران جوانی نبودی، نه اگر نبود شما لگ راه رفتم نمیتونستم. خدا بزرگ دیگه بود تو رو سرای خدا. بفهمید. خب ولی از این گوسفندا اینا برای به حساب زایدن جمع میشه یا اینا گوشتیه؟ نمیدونم، باید خلمه داره، با خلمه بگیره. آنی تو برای در آنی. این برای ببین. این تو برای میشه، اینا با خودش برای شیری میشه، اینا با میگرد. خب اینا شیری ها؟ اینا کلگی از اینا بره داره برای اینا دیگه جا چرده؟ برای روگای ها، نه برای روگای، با برای میچرو، نه برای نرای میپروشی مادای جمع کن. این چی نوع گوسفنده کاکا جان؟ اینا گلدون با، اینا مثل دوم دیگه همین های. هر خونه 15 تا 20 تا 30 تا همین تو داره، اینا 20 خونه 30 40 خونه. گوسفند گلدون فکر میکنم گوشتی هم شیرین تر. ها گوشتی شیرین ها دیگه، گوشت گلدون دیگه. عربی که الان نمیشه اینجا اما میموره مرض میکنه. این گوسفند ها هم به آب و هواز تاب و طاقت داره، هم گوشتی بهتر داره. گوشتی بهتره ها دیگه. روا روا بگردون مالا، بگردون تا کند مارم، بگردون بگردون.
بیننده گرامی، هنوز در مسیر راه رفتن به قریه زیبای بیشه هستیم و دیدیم که یکی از بزرگان یکی از دیگر قریجات در مسیر راه ما بودن. گفتیم باش که با ایشان هم صحبت داشته باشین و ابتدان من سلام و عرض ادب خدمت پدرجان دارم. همی کفترخونه میبینیم، همی قلی مزره سه مواسه، یکی پولیس، یکی سبیست، یکی چی میگم برین میشود بفهمیدیم شوالی منظور شما یاد میدون شوالی ما کاریز میکندم همیشه و کی میگفت اگه بیا به همی کفتر خونه تو خیشت بمو ما گفتم چشم آخر روز چگار کنم روز بودم خراس کن همی کفتر خونه من خیشت بمالیدم پدر جان اینجا اسیای بود همی اسیا خیشتار بمالیدم همی خرابایی که مونده همی خرابه این او نهور میره به تموز حالی آیش میسوزه اونیه بی آبی که در اون زمان میامده فیلن کجایه؟ او آبی که اون زمان میامده کاریزی بوده خوش شده کاریز از بین رفته؟ بله ها کاریز از بین رفته همی آیش چل خروار گندم میکرد هر خرمنی سه خرمن میشود و خرمن چل خروار بزگر بالای خرمن پشته میبرد بفتاد پای بشکست بفهمیدی؟ از بس که خرمن بلند بود؟ بلند بود 18 بزگر بود این قلعه یک گلگو گو بود یک گلگو گو بند حتی که بده میشود گو بمید دا به گورونی حال دیگه غلبه میگم قدیما بیامادم یک روز یه میجوگه می نفر آمدن مثل شما گفتم بفرمایم به سرا گفتم بریم نمازدگر گفتم این شو برادرم میمون منی هیچ جا نریم گفتم خوبه اینا بیامادم شو میمون میشودم گفتم این رشته میکاریم رشته ور میداریم ما گفتم همیتا گو میرونیم همیتا پاش میدیم همیتا باز گو میرونیم او میدیم مالا میکنیم بایتا به دست ساخو میداری کجا که یک روز سرفتاد شد ما مقاله سفید ما جو کال بیر میزدیم سر همی کاریزم اول برتیم گفت برای مر چخصی چخص برا گفت اگه اینا آباد میشه گفتم بعد از سرمه گنیم هم زودی گفتم خوبه بعد از او بمقر سفید بل می زدیم ما و بچی می یک با دیدم نفرهای آمادن مثل شما عکس می گیرم گفتم همه مردم بالاش اینا ما دو پیر بچر باش نختم گفتم همه بالاشیم همه دو نفر باشه بل زنه همه دو نفر بل زدیم عکس ها ما رو بگریم هی که برا یک روزی دیدم پول آوردم و اینجی به سر می جو بر به مردم بخش می کنم که شما چند روز بل زدیم امروز این مزدوری شما همیتا یاد میدون دیگه منده شدم خیر بینیم واقعا صحبت های دلنشینی کردین کفترخونه گفتیم که همی کفترخون خشتا از ایر خود شما به حساب درست کردین او یاد نمیدون اما بلند نیست او یکی وسطر نه پوده شده او یاد نمیدون ایر با گرده انداختم که او نلوم بی ای همیتا که استاده نبیدیم همیتا کفتر بود داری که میامد میگفتیم حالا سه سرما میشینه همی با ایشو پر کفتر میشود و این دوباره به دور از ساختن که خراب نشه این به ساختن که خراب نشه این حال یک کفتر اینیه که ایبونا برفته فرار کرد فکر میکنم به خاطر که نفوس زیاد شده از بین رفته که حیات وحش تقریبا نفوس که زیاد میشه حال این توپ و تیارها که بیامد ایبونا فرار کرده تشکر پدر جان دیگه مزایم شما نمیشیم ما منال فرار میکنیم میریم شما به خدا سپرده کجا ما این فرار کنیم همیتا میریم درم دیکون میشینم تا ساعت یعنی 11 انوان میخواد قرار قرار میام به سرا میرم دیگم پخته کرده قرار میخورم نماز خو میخونم باز یک دیگه خو میشون میرم به درم دیکون به خونه حضرت خدا کارمداری ندارم بیکارم یک نصیحتی هم برای جوانا همینه بفهمیدیم اگر میخواییم که به هم برابر باشیم برادر باشیم ما که به نوکری رفتیم گفت که بگیم کریم ذکر است لا اله الا الله محمد رسول الله ایر که بگفتیم گفت نگیم که شیعه سنیه پرچیه چیه همه یک برادره
خب بیننده عزیز، رسیدیم به جمع مهربانان قریه زیبای بیشه مختار. بیشه مختار مربوط ولسوالی انجیل هست و در غرب شهر هرات موقعیت داره و در جمع جوانان، نوجوانان، نونهالان این قریه هستم و در کنار ارباب صاحب فضل احمد خان قریه دار این قریه. ابتدا میخوایم که درباره حدود اربعه قریه صحبت کنم. حدود از این قریه بیشه مختار افتاو میخوره با ملک ربود کشمیر، شمال میخوره با ملک بشرون، غربن میخوره با ملک چی؟ سایلاباد، جنوب میخوره با جوی سایلاباد، نه دیگه دریا دور از ما، با جوی سایلاباد دیگه بعد از اون عدو دوید ملک ما ختم میشه. تشکر رو سب چی تعداد فامیل در قریه شما زندگی میکنه؟ فامیل به حدود 220 خانواده معاشر تا با می قریه ما نفوش داریم که زندگی میکنیم. چی در داخل قریه زندگی میکنم و چی هم در شهر؟ چی هم به شهر بلیم. کسب و کار مردم قریه شما چی هست بیشتر؟ کسب و کار ما مردم فقط همه کشاورزی، هر کدام پنجریب زمینی داریم، همینجا زندگی میکنیم و همه کار ماندگی شغل دیگه به زی قریه نداره. چقدر زمین کشاورزی داره قریه شما؟ چند جریب میشه؟ کل جام چند جریب؟ جام 460 جریب تنبی ما زمین داریم، مزروع و نامزروع. کل جام 460 جریب زمینه. چقدر آب بره دارین برای کشت و کار از زمین؟ بره جناب آجی صاحب که ما اصلا از برج اسد که آب قد میشه تا به این ساعت ما نو آلک او بدیم آماده، هیچ اوی دیگه ما بجو خونه دیم، خوشکویه کاریز داریم، اوی ندارین که ما بتونیم کشتی بکنیم بریر بخوریم. کشت کار شما خیلی محدوده به خاطر نبود آب. بله، واسه نبود آب. ولی بیننده عزیز، واقعا مشکلی که تقریبا در کل قریه‌جات تقریبا دیده میشه همین هست، مشکل کم آبی. و اگر به نظر من البته واقعیت همینه، اگر آب در قریه‌جات باشه و کل زمین هایی که در قریه‌جات وجود داره اینا کشت و کار باشه، فکر میکنم از بسیار از معضلات اقتصادی نجات پیدا میکنه. اجر باب صاحب، چی کشت و کار میشه در قریه شما؟ بعد ما تا کشت که ما میکنیم گندم رو که درو میکنیم فقط ماش میشه و کنجید دیگه لوبی، همین تو کشت ما مردم همینه. آبی هم که نباشه ما خود ما 170 لیتر نفرستندم، یعنی خدا شایده که شاید 20 من ماش هم ور نداشته باشم. ببینید که چوق در پول مصرف کردم و بازم به این زحمتی که ما کشیدیم از بیاوی همونه خوش شد برای برات کار. از چاه عمیق استفاده میکنیم برای آبیاری زمین ها بعضی جا. چه عمیق؟ بازم او بودیجه ماه. بودیجه ماه، خب متاسفانه به خاطر نبود آب و نبود بودیجه باشم از او استفاده میکنه. اگر دولت جمهوری اسلامی افغانستان با ما کمک بده، ما میتونیم اقلا یک چه سولری بدی بکنیم، بعدا ما بتونیم همون کشت کار خور بکنیم که همین پرده چوچی پوچ ما باشه. تشکر بیننده عزیز، میریم و ادامه برنامه با اهالی قریه با شما هستیم. بیننده گرامی، در کنار دوست عزیز هستیم که بر روی ویلچر نشسته هستند و متاسفانه در یک حادثه ترافیکی فکر میکنم که دچار مشکل شدن و میخوایم که خود معرفی کنن و بیشتر درباره از این حالتی که به سر آمده صحبت کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم بشیر احمد، یکی از جوانان بیشی مختار. تقریبا یک سال میشه که من تصادف کردم. زمانی که تصادف کردم گردنم بشکست. زمان گردن بشکست بالای ارماس فشار آمد، فشار گفتم پو مرا قربان نو. تقریبا اینجا گفت 20 روز بزی شبه خونه ایراد که بودم به حساب اینجا به خلوت وقت نگاه داشتم. اگه به صبح پاکستان برو دیم سو میرتم، دکتر گفت که به حساب برو که درز برو میفتدی. انا بالاخره بعد از 20 روز رفتم پاکستان. انا پاکستان که برفتم خلاص اونجا گفت که الحمدلله عمل شدم بالاخره. انا بودن یک سال میشه، انا به یک سال دیگه میتونم خدیو سورا برم. انشالله امیدواری هست که جور بشین بخیر. امید هست که بخیر تو بک سول بعد دیگه بخیر برو وقتم. بله خب چی رقم حادثه کردین میشه که در خودشون به حساب سه بجودی امروشون خلاص کردم به حساب انا سچه خوب جلو میندا تمام 20 مزی بمون نو میاکن اصلا بجلو سچه خوند انا نتو کنترل کنم بزنم سپا جلو سچه پس بعد سچه خوب بزنم به حساب موتور کریمال گل طرف اون ملاق دادم بی دست افتادم به دستی که بسیار اومی آماد بی دست که بفتادم خلاص همین گردن و کلیم سپا جلی مطر گیر کب همین یک فشار که بود به صبح دکنه افه میدم یک دم میدم که اینجا خون میدازه به صبح گردن اینجا خبرم دیجا بشکسته اون دست من این رسه بود دیگه فیلن کار وظیفی هم انجام نمیدین دیگه به خلی چی اصلا
نمیتونه کاری بکنم. شما که دوچار حادثه ترافیکی شدین، گفتنی شما برای کسایی که تیز رفتاری میکنن با موتورسیکل یا با سچرخه بی احتیاطی میکنن یا با موتر بی احتیاطی میکنن تیز میرن چیه؟ گفتن برای از این اینه که بالاخره وش کنم احتیاط کنم تا مثلا در مرز دم مثلا نقص کرد مرتگه هم خود خود در بده کنم مر در بگر خلاص من بالاخره احتیاط کنم که دیگه مشکل دیگه برای ما برای از اینم برای خود پیش نشه دیگه یک لحظه آیسته تر برن دوچار مشکل نشه. بله بله بله. در همین حادثه خود شما هم مقصر بودین؟ مقصر که ما که مقصر بودم تقریبا یاری وجود هم همین سرم تقریبا 40-45 خود سرعت ما بود یک 20 متر که بزی بموندم یک اناسن مجلم دور زد هم تک دور زد که من سپا جلو ازی بزدم هم سپا جلو ازی بزدم من لاغ زدم به اوی دست احتمالا اگر سرعت شما کم پایین تر می بود؟ نستم کنترل کنم بله یا نگه اصلا با اصلا خدای پا کنی به دست من قاعد داد که برگ ببینی هم میسوب نیام پا مای انا زمانه که بزدم دکه نفهمیدم بله یا این مطار کریمالنگ آنید ازی بارم بود بچی ازی بسوب خیلی صورت تیز می آمد انا کلمه کم سپا جلو ازی گی کت بشکست کردن ما دکه انا دکه نفهمیدم توصیه شما باز هم اگر اکیدن دشته باشین برای جوانان عزیز توصیه برای جوانان اینه که بله خیلی احتیاط کنم دکه موتورسیکل خیلی تیز داخل بازو نرم سچر خوب بسیار کمک احتیاط کنم انا تصادفو بله خیلی کمتر بشه. بله بیننده عزیز یک ضرب المثل هست در بین اهالی روستا میگن چند چیز است مرد را میکند نارو پلکونی کلکونی کافردرو و ما امروز در جای هستیم در این قریه بیشه مختار که آمدین از دیدین که مصروف پل کردن یا همون پلکونی به صلاح خود مردم قریجات و در کنار پدر هستم و میخواییم که ابتدان خود معرفی کنم و درباره کار امروز صحبت داشته باشم. اسم ما خوج مومین از ولایت هرات و قریه بیشه اولسوالی انجیل بیشه مختار. ما به همین قریه افتادیم که کشاورزی داریم انمی شغلمونه که ما همین زمین سبز بکاریم انمی دیگه پل میکنیم ایر مدگی میکنیم به خیر خوشی که اگر زنده باشیم ایر اودیم بکاریم انشاءالله. ضرب المثل که ما گفتم میشه توجیه هم درباره از داشته باشین که چرا اینا رو گفتن خیلی سخته؟ بله چرا نمیشه پل کنی، کل کنی، کافردره و کارهای هسته که در دنیا کار کشاورزی از این کار سخترتر نیه. پل کنی، کل کنی، کافردره. اینا خسته کننده کارهای کشاورزی است. اما یک ضرب المثل دیگه هست که میگن که دل دروگر که به درو نمیگیره داسر به کلوخ تز میکنه. بله یادم. یک پیر بچی بیدم. برفتم به سر درو گفت اگه بابا جان درو میکن گفت اگه خوب درو میکنه یک دو قوده که درو که گفت بابا جان گفت بله گفت میشینم درو میکنم گفت اگه بشید بابا جان درو کن گفت بابا جان قل میزنم درو میکنم گفت قل زیب درو کن بالاخره درو کن خلاصه به جای رسید که بچه به چشم پدر چپ کرد و دو سر گذاشت و فرار کرد. به هر حال پدر ساخته بود که درو کنه بازم فرار کرد بازم به هر حال قناعت دیش که درو کنه خودی اما داسر گذاشت و فرار اختیار کرد رفت. شما که نبودین اما فرزند فراری گوشه کنارا چرا ما هم تقلب کردیم گفت بسیاری وقتا نیه که بگم نکردیم دروغ میگیم ما رو هم کرایی میکردم به درو میرفتیم به در به سایه میششتیم درو نمی کردیم پیار ما مادر ما می آمد می گفتیم چکار کردیم می گفتیم اولا گرم بود نشد درو کمی درو کردیم اما دروغ می گفتیم حقیقت رو نمی گفتیم هیچی درو نکردیم در حال هیچی درو نکردیم بیدن اگر یک توجیه هم خودم داشته باشم کل کنی که هست دو نفر بین از این کلوخا باید ایر کش کنن نمی به صلاح بیل بزرگی که هست و کل کردن هم همو گوسفند در درست دیگه گوسفند موهای گوسفند یا پشم های گوسفند در که با دوکارد یا همون قیچی یا هر وسیله که جدید آمده میکنن اون هم بسیار کار سختی هست و درو کردن هم که در هوای گرم در هوای داغ برج ثور و جوزا اتفاق میفته که درسته در اون زمان بسیار طاقت فرسایی که بر انسان در اونجا بشینه شروع کنه به درو کردن و پدر عزیز ما هم چندین بار از وقت درو کردن فرار کردن از دست پدر بزرگوار خود که بیامدن به خونه که ما درو کردیم در حالی که هیچ کاری هم نکرده بودن. دوران جوانی بهتر بود یا در این سن سال که شما قرار داره؟ والا دوران جوانی خیلی نعمت خوبیه بسیار یک ارزش های خوبی داره ما که حال پیر شدیم
افسوس از اون روز میخوریم که چرا ما به تمام کارهای دنیا تقلب کردیم، به حق خود قناعت نکردیم، مثلا زحمت نکشیدیم، برد علم نرفتیم، برد کار فرهنگ نرفتیم، ظلم کردیم. من تا به جوانا توصیه میدون که اونا مثل ما نباشم، اونا چوب ما خوردیم اونا نخورم. ما از این برادرها، از این جوانای، از این نسل فیلی خواهشم از اینا هسته که اینا فکر کنم که پدر ما چی از او ساخته شد. از او که چیزی ساخته نشد باشه که از ما چیزی ساخته شد. بسیار خوب و بسیار صحبت زیبایی کردین و توصیه خوبی داشتین. و میشه زیادتر صحبت کنیم که تقریبا خود شما چند ساله هستین و تمام عمری که داشتین در همین قریه گذارندین یا در دیگه جا هم بودین؟ من 62 سال از خدای پاک عمر گرفتم، تولد ما به می قریه شده. بعد از همین زمان عسکری خور به می افغانستان تیر کردم. بعد از این گپا به سال 67 انقلاب شد. خلاصه با ترکی آمد. بعد از ترکی انقلاب شدید شد، ما همین خانه و جاخ و کاشانه خور ایله کردیم، فرار کردیم، برفتیم به ایران. 10 سال به ایران مهاجرت کردیم. بعد از 10 سال پس در امی افغانستان آمدیم. از سال 72 به امی افغانستان آمدیم. دیگه از مهاجرت خسته شده بودیم، به همین جگاه که بیامدیم بعد از 72 به امی زندگی خوب بساختیم، به امی کم و نادار و زیادی که داشتیم به امی حالت زندگی بساختیم. دیگه هوای هوس کشور ایران یا دیگه جور نکردیم. ای بود که ما همین دوران زندگی خور به همین ترتیب تیر کردیم. به نظر شما در همو چه گرچه توضیحات هم بدادین دوباره واضح تر بسازین که آیا در همو مهاجرت می بودین برای شما بهتر بود یا ای که دوباره به وطن برگشین؟ ما استاد محترم، ما به ایران هم کار خوب داشتم، هم مثلا از اسایش برای ما مانده بود، مگر یگانه چیزی که برای ما تلخ گذاشت که در خیابان میرفتم برای ما گفتم ای افغانی خر ببین. بعدا به اندازه به من تأثیر کرد که از سال 72 تا به حال اصلا 360 رقم به سمت کشورهای خارج یا ایران یا پاکستان یا جای دیگه وجود من قبول نمی کنه که من میل کنم یا برم. میگم همین جی یک نان پیدا می کنم، خودی چای یا خودی آب یا خودی ایندونه خربزه میخورم، همو اسای شر نمایم. تشکر. و در آخرین صحبت و توصیه شما برای کسایی که در حال مهاجرت هستن و وطن ترک میکنن چی است؟ به اون برادران توصیه همینه که به وجه خدا به نون خشک خوب بسازم، به جان خوب بزی نکنم، به هر ترتیبی که میشه زندگی خور بگذارن، به هوای هوس پول نباشم. پول پیدا میشه اما جان یک انسان، ناموس یک انسان، بچی یک انسان، همینایی که میرم برای تلفات میدم، گوش نمیشم، توش نمیشم، اکون میترا میفتکم، آیا پول بیتر یا جان هر بشری؟ از نظر من میگم که تا قدرت توان بشری نو میکشه به همین نون خشک خو، به همین خاک خو، به همین وطن خو، از آن 5 وقت نماز برادر کتور دارم، بچه خونی، مکتب، مدرسه، همه چیز هست. تا آدم نبره رنج گنج مأثر نیسته، مجبوریم که ما این رنج رو بکشیم، مجبوریم که این پریشونی ها خور بکشیم که بسازیم، خود ما بسازیم. نه ایران، نه افغانستان، نه پاکستان، نه برادر آمریکا، نه شوروی با ما نمیام خونه نمیسازم، با ما نمیام برادر اکاتور دارم زندگی درست نمی کنم، خود ما مگر برای خود زندگی بسازیم. از این کشورها ما توقع نکنیم، از خدا توقع کنیم. خدا مهربانتر از همه چیزه. موفق باشین، بسیار توصیه زیبا و دلنشینی داشتین. و در اخیر یک چاربیتی زیبایی هم بخونیم که از اونایی که میخوان وطن ترک کنن با همین چاربیتی که شما میخونیم دلگیر وطن بشن. بسیار خوبه. اگر از حال من باشی خبردار، الله دل سنگت بسوزه با من زاره،
الله اگر خاکی دو عالم را ببیجی مگر بلم نبین یاری بفا داره مسلمان ها که من مادر ندارم الله کتابی خوندی و از بر ندارم الله کتابی خوندی و لیلی و مجنون به دریا غرق شدون خبر ندارم ای الله مسلمان ها چی علبم سرمه حسن سفید شد به سرمه جان محبوبه خداوند اتورم داکتر بسازه روز صد بار بیای بالای سرمه الله خب بیننده گرامی در داخل زمین شیار هستم که این برای کاشتن سبست آماده میکنن اینن که مشاهده میکنین ریسمانکار یا همون ریجه به اصطلاح آمین هست بخاطر که پل راست بیایی هموار کردن و در این جیم از بخش اول قریه زیبای بیشه مختار با شما خداحافظی میکنم ادامه برنامه در هفته بعد از قریه زیبای بیشه مختار بیننده باشین لا بابا گل شالی ما گردی آیی حالا تمامی بلبلان آزاد و گشته وطنم نام تور بالا ببینم وطنم نام تور بالا ببینم تو را زیباتر از دنیا ببینم تو را زیباتر از دنیا ببینم به هر گوشه و شانم من حالی تو را سرسبز و هم زیبا ببینم تو را سرسبز و هم زیبا